میدان پارلمان لندن دیشب. هزاران نفر علیه سرمایه‌داری تظاهرات کردند. تظاهرات در مواردی به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر بازداشت شدند. بعضی از معترضان به طرف پلیس بطری و فشفشه پرتاب کردند. چند مأمور پلیس و عده‌ای از معترضان زخمی شدند. پلیس‌های زخمی به بیمارستان منتقل شدند. به بعضی از معترضان مجروح هم در صحنه درگیری کمک‌های اولیه داده شد. اینجا یک ماشین پلیس را به آتش کشیدند. پلیس میگوید این حادثه منفرد و کار عده‌ای معدود از معترضان بوده، دور از تظاهرات اصلی. معترضان به برنامه ریاضت اقتصادی دولت و سیاست‌های به گفته آنها تبعیض‌آمیزش معترضند. اینجا هر کس برای اهداف خاص خودش اومده تا اعتراض کنه، ولی جریان غالب مطالبه برابری و اعتراض به سانسوره. همه ما حق اعتراض داریم، حق زندگی آزاد. حق داریم از دولت بخوایم شفاف عمل کنه و به ما بگه که داره چیکار میکنه. همه باید برابر باشن. اونا نباید بالاتر از ما باشن و نباید بتونن به ما به دیده تحقیر نگاه کنن. نباید به اونها اجازه داد که با ما مثل مجرم ها رفتار کنن. اینجا معترضان علیه حزب حاکم محافظه‌کار شعار میدهند. حزبی که آنها میگویند در خدمت سرمایه‌داری است و عامل تبعیض اجتماعی و اقتصادی. تظاهرات دیشب در سالگرد رویدادی تاریخی برگزار شد. 410 سال پس از آنکه گروهی تصمیم گرفتند پارلمان را با باروت منفجر کنند. شکست این توطئه را هر سال در بریتانیا با آتش بازی جشن می‌گیرند. نقاب معترضان هم یادآور چهره طراح آن توطئه است. اعتراض‌های ضد سرمایه‌داری همزمان با سالگرد آن حادثه علاوه بر بریتانیا در بعضی از کشورهای دیگر دنیا هم برگزار می‌شود. مجید خیام‌دار، BBC.